خب جلسات گذشته در مورد میکسر و بعد مدولاتور AM صحبت کردیم. امروز یه مقدار در مورد دمودولاتور AM صحبت میکنیم. حالا این سیگنالی که ما آمدیم مدولاسیون AM انجام دادیم، بعضی اوقات سمت گیرنده میخواییم بیاییم دمودوله بکنیم، سیگنال دیتامون از توش داریم، FAT رو که ارسال کردیم و ریکاور بکنیم. امروز و چهارشنبه راجع به دمودولاتور AM صحبت میکنیم، بعد اون وقت هفته آینده میریم مدولاتور FM، هفته بعدش دمودولاتور FM. اگر که چهارشنبه رو بیاید سر موقع تموم میشه. دوشنبه نمیدونم دو دیگه سه دیگه چی؟ چی ترکیده؟ اه؟ خب من حواسم به اون نبود. حالا سعی میکنیم تا شنبهش تموم بکنیم. خب دمودولاتور AM چیه؟ دمودولاتور AM رو من لازم دارم برای اینکه این سیگنالی که مدولاسیون AM شده رو من بیام سیگنال پیامم از توش در بیارم. به دو نحو میتونم من این کارو بیام انجام بدم. یا اینکه من بیام یه دمودولاتوری داشته باشم که دمودولاتور سنکرون باشه، یا اینکه بیام یه دمودولاتوری داشته باشم که دمودولاتوری باشه که آسنکرون باشه. پس به دو شکل من میتونم بیام اینو انجامش بدم. یا اینکه یه حالتش اینه که بیام یه دونه دمودولاتور AM داشته باشم که سینکرونوس باشه، یا این که اسینکرونوس باشه. دمودولاتور AM سنکرون چیه؟ من سیگنالی رو که میخواستم بیام مدوله بکنم چیکار کردم؟ اولش اومدم توی کوسینوس اومگا سفتی ضربش کردم. اگه اون طرفم بیام توی کوسینوس اومگا سفتی ضربش بکنم، خب خود سیگنالم به دست میاد دیگه. پس میتونم بیام وقتی میخوام بیام یه دمودولاتور سنکرون داشته باشم، برای این دمودولاتور سنکرون این سیگنال VAT رو که سیگنال مدولاسیون AM داره رو بیام ضربش بکنم در یه دونه V1 کوسینوس اومگا سفتی، این خودش یه دونه ضریب کوسینوس اومگا سفتی داشت دیگه. وقتی بیاد تون ضرب بشه یه بار فرکانس دو برابر دارم، یه دونه هم یه جمله هم دارم که دی سی داره. اون دی سیه که میاد ضرب میشه در ضرب داره خود این میتونه بیاد سیگنالم بهم بده. پس کافی اینجا میام یه دونه لو پاس فیلتر بذارم. اگه یه لو پاس فیلتر بیام اینجا بذارم، میتونم بیام توی این ویراتی که اینجا دارم خود اون اف تی رو به دست بیارم. حالا اف تی یا یه ضریبی از اف تی اینجا بیام دمودولاسیون رو انجام بدم. اما مشکلی که اینجا دارم چیه؟ مشکلی که دارم به دست آوردن اون وی 1 کوسینوس اومگا سفتیه. اون وی 1 کوسینوس اومگا سفتی که من دارم بعد همفاز و هم فرکانس باشه با اون سیگنالی که من دارم. اگر هم فرکانس نباشه، اینجا یه آی افی دارم، یه آفستی وجود داره، دقیقاً نمیافته تو فرکانس صفر. اگر هم فاز نباشه توی کوسینوس اختلاف فازشون ضرب میشه. مگر اینکه مثلا من بیام فاز اینو انقدر بچرخونم تا اینکه ماکسیمم مقدار بگیرم، بعد فاز اونجا نگه دارم. فرکانسش سخت، سنکرون کردن دو تا گیرنده یه فرستنده گیرنده ای که از هم دیگه دورن کار خیلی راحتی نیست. دقیقاً من بیام فرکانس اینو مساوی با اون بکنم، کار غیر ممکنی نیست. یه چیزی هست به اسم PLL. من میتونم بیام از یه PLL استفاده بکنم، یه دونه اوسیلاتوری رو گفتم اوسیلاتور میشه فرکانسش مثل حالت VCO ساخت، فرکانسش متغیر باشه. میتونم من بیام یه اوسیلاتوری رو توی حلقه PLL بذارم با اون اوسیلاتور فرستنده دقیقاً سنکرونش بکنم. اما مدولاسیون AM من راه راحت تری داره واسه دریافت کردن. چی؟ خب فرستنده میفرسته، فرستنده وسط سیگنال من الان سیگنال AM معمولی من یه کریر وسطش داره، ولی اون کریر رو در آوردنش سخته به خاطر اینکه بغلش دیتامه.
ببین من وقتی میام این اسپکتروم این سیگنال رو نگاه میکنم، این الان اکثر اوقات، حالا اگر یه ایم ساپرس کریر نباشه، یه کریر این وسط داره، ولی من چجوری بیام این کریر از وسط این در بیارم و اینکه دیتای بغلش نمونه؟ میشه، حالا یه مقدار راجع به این صحبت میکنیم، راههایی هست که من بیام اون از اون وسط درش بیارم، ولی خیلی راه راحتی نیست. چی؟ حالا کریرم نداشتم، میشه ببینیم چه جوری به دست میاد. بذاریم من بیام بنویسمش. در حالت کلی وی تی من میتونه سه تا حالت داشته باشه دیگه، یا ای ام معمولی دارم، یا ساپرس کریر دارم، یا هم سینگل ساید بند دارم. خب در حالت ابتداییش که خیلی حالت سادهش باشه، این هستش یه که به اضافه ام اف تی در کوسینوس اومگا صفر تی. این یکی هستش وی ام در اف تی وقتی ساپرس کریره در کوسینوس اومگا سفتی در حالت اس اس پی شم دارم اف تی در کوسینوس اومگا سفتی به اضافه اف هت تی در سینوس اومگا سفتی. اینا رو بیاید از این سیستم عبورشون بدید. چیه؟ حالا من الان یه سیگنال SSP دارم دیگه، من الان فعلا سمت گیرندم، یه هیلبرت ترانسفورم میخواد، معمولا انقدر راحت نیست. نه، توی بحث مدولاتور ما از این پریدیم، مدولاتوری که این دوتا رو بسازه رو دیدیم ولی SSP رو ندیدیم. SSP رو یه راه دیگه ساختنش اینه که شما بیایید یه دونه DSP ساپرس کریر بسازی فیلترش کنی. خب نه فکر کنم غیر الی نمیشه میام فیلتر میکنم، معمولا میام اینو میسازم بعد میام فیلترش میکنم اینو به دست میارم. خب حالا اینجا الان این بیاد از این سیستم بیان رد بشم، بیام وی آتو به دست بیارم. وی آتو که بیام به دست بیارم توی این حالت، این میاد در وی کوسینوس اومگا سفتی ضرب میشه. وقتی تو وی کوسینوس اومگا سفتی ضرب میشه، کوسینوس اومگا سفت توان 2 دارم، یه دوم داره به اضافه 2 به اضافه کوسینوس به اضافه 1/2 کوسینوس 2 برابر فرکانس. از لوپس فیلتری که رد میکنم کوسینوس 2 برابر فرکانس هم حذف میشه، اون جمله اولی میمونه، یعنی یه خروجی خواهم داشت معادل با وی ام در وی 1/2 در 1 به اضافه ام اف تی. همین چیز. این یکی رو میام عبور بدم، یکی هم میگه وی ام وی 1/2 در خود اف تی. اینجا اف تی من یه دی سی باش جمع شده، این دی سی راحت میشه جداش کرد، خیلی کار سختی نیست. اینجا خود اف تی رو به دست میارم، اینجا هم که بیام ضرب بکنم سینوس اومگا صفر در کوسینوس اومگا صفر که ضرب بشه چی میشه؟ فرکانس 2 برابر میشه، باز دوباره تو از این فیلتر رد نمیشه. کوسینوس هم که تو کوسینوس ضرب بشه یه جمله دی سی داره، یه جمله 2 برابر فرکانس، 2 برابر فرکانس حذف میشه. اینجا میگیرم 1/4 وی ام وی 1 در اف تی. این مزیتش این بود که الان اینجا یه ضریب 2 از دست دادم تو دمودولاسیونم، ولی نصف پهنای باند دارم میگیرم دیگه، نصف پهنای باند دسته بود، یعنی از لحاظ پهنای باند این مزیت داشت نسبت به این. و هر کدوم از این حالتا پس با این دمودولاتور سنکرون من میتونم بیام سیگنال خروجی رو به دست بیارم. اما این به دست آوردن وی کوسینوس اومگا سفتی، به دست آوردن ساختن این سیگنال، اصطلاحاً ریکانستراکت کردن ال او، کار خیلی راحتی نیست. روش هایی هست که میشه این کار کرد. میتونم من بیام از وسط این بانده اینجا بیام اینو درش بیارم، میتونم بیام یه پی ال ال بذارم بیاد با این یه جورایی فیز لاک بشه بعد بتونم بیام سیگنال از این تو در بیارم، ولی خب کارهای خیلی سختی. معمولا مدولاتور ایم و من جایی استفاده میکنم که میخوام یه مدولاسیون ساده داشته باشم، نه اینقدر پیچیدگی. حالا بیایم ببینیم، اگر من یه دونه سیگنال دی اس پی داشته باشم، دی اس پی معمولی داشته باشم، این سیگنال دی اس پی معمولی ما اگر بیام از یه دونه بلوکی رد کنم که این هستش کی، از یه بلوک غیر خطی بیام عبورش بدم، این بلوک غیر خطی من یه همچین چیزی باشه، فرض کنید تابعش باشه کی ایکس به توان 2، یه غیر خطی مربعی، اگه بیام از یه همچین چیزی عبورش بدم بعد بیام از یه دونه لو پاس فیلتر بگذرونمش، این الان چیکار میکنه؟ این الان این عبارت رو ببرید بذاریدش توی اون، یه جمله کوسینوس اومگا صفر توان 2 بهتون میده. خب اینو بیام از یه دونه بند پاس فیلتری عبور بدم که این بند پاس فیلتر تو چه فرکانسی؟ تو 2 اومگا صفر.
بیام اینو از یه دونه بندپس فیلتر تو 2 امگا 0 بگذرونمش. به اضافه اینکه این به توان 2 رسیده، اینم به توان چند رسیده؟ اینم به توان 2 رسیده. پس دیگه اون جایی که ممکنه که گذر از صفر چیزی می‌داشتم کلا همیشه علامتش مثبت شده. خب بعد بیام اینو ردش کنم از یه کامپراتور یا یه همچین شکلی، اصطلاحاً به این اشمی تریگر هم میگن. این کامپراتور چی میگه؟ میگه هر جایی که من از صفر رفتم بالا برو به VCC بچست، هر جایی که از صفر آمدم پایین برو منفی VCC بچست. کاری که میکنه اینه که فقط گذر از صفر را اینو نگه میداره، دامنه‌اشو حذف میکنه، همه جا دامنه یا مثبت VCC یا منفی VCC. کلا من این تقریبا شبیه اینه که من از یه گین خیلی زیادی بگذرونم. KX2 به خاطر این بود که دو برابر فرکانس به دست بیارم، در اینجا به اضافه اینکه به خاطر این بود که این یه وقتایی اینجا گذر از صفر یه جمله منفی چیز نشه، این به توان 2 برسه، اون تیکه هم به توان 2 برسه. چی؟ نه پوش هم گذر از صفر ده. نه خودش که گذر از صفرش که از بین نه. خب حالا اینجا آمدم گذر از صفر رو نگاه کردم، اینجا که میام گذر از صفر رو نگاه میکنم تو خروجی این، پس دیگه اطلاعات تو دامنه حذف شد، دامنم شده یا مثبت VCC یا منفی VCC، پس اطلاعات تو دامنش حذف شد. الان اینجا چی دارم میبینم؟ کوسینوس، نه کوسینوس دو امگا صفر، یه مربعی هم فرکانس با مثلا هم پریود با چه میدونم اون دو امگا صفره. حالا من اینجا میتونم بیام یه تقسیم بر 2 قرار بدم. تقسیم بر 2 چیزی نیست، تقسیم بر 2 میتونم با یه دونه شمارنده تا شماره 2 یه چیزی که بگه 1 بعد دوباره عوض اینکه 2 بشه ریسیت شه. دیجیتال اینو راحت میشه ساخت. بعد از اینکه اومدم این کارو کردم، بعد از این بیام یه دونه بند پس فیلتر بذارم. این دفعه بند پس فیلتر کجا بیام بذارم؟ شکل موجم مربعیه. اینجا شکل موج مربعی گرفتم که پریودش با پریود با 1 روی امگا 0 متناسب بوده، با 1 روی اف 0 متناسب بوده. حالا ولی مربعی همه هارمونیکا رو داره، هارمونیک اول دوم تا انم رو داره. اینو میام از یه دونه بندپس دیگه ردش میکنم، یه بندپس فیلتری میام میذارم تو امگا 0. اگه بیام این کار رو بکنم تو خروجی این کوسینوس امگا 0 دیگه گرفتم. بنویسم اینجا گرفتم کادوم در وی ام به توان 2 اف تی به توان 2 در 1 به اضافه کوسینوس 2 امگا 0 تی. اینجا که میایم گرفتیم کاد دومه وی ام اف تی 2 کوسینوس 2 امگا 0 تی. اینجا گرفتیم ای در پی در کوسینوس 2 امگا 0 تی. اینجا گرفتیم ای در پی در کوسینوس امگا 0 تی. اینجا هم گرفتیم 4 پیامه آ در کوسینوس امگا 0. این جمله رو برداشتم، اینو برداشتم به توان 2 رسوندمش، یه کا در کا ایکس 2 از یه کا ایکس 2 گذروندمش، از یک کار ایکس توی گذارم نماشه. این تیکش رو من حالا این چیزایی بوده شبیه مال کتاب، ولی این تیکش واقعا خیلی بستگی به این داره که این چه ضریبی داشته باشه. حالا فعلا یه ضریب اینجوری باشه. سیگنال اوسیلاتور رو اون برا به هم میده، من تونستم سیگنال اوسیلاتور رو اون برا از تو سیگنال بکشم بیرون. میتونم الان بدمش به یه میکسری بعد بیام بذارمش یه همچین چیزی، ولی این میشه یه دمودولاتور. هم دمودولاتور خیلی بزرگیه. حالا میبینید دمودولاتور خیلی راحت تر هم میشه گرفت. چی؟ نه PLL هم شما یه اوسیلاتور میخوای، یه دونه
فیز دیتکتور میخوای، یه دونه لوپ فیلتر میخوای، اوسیلاتور خودش قسمتیه که سخته. اینا الان خیلی هاشون مثلا همچین توان زیادی هم مصرف نمیکنن، ولی شما اونجا یه اوسیلاتور میخوای، اوسیلاتور بعد تو فرکانس اومگا صفر نوسان بکنه و اوسیلاتور بعد بتونه فرکانس جابجا بشه، خیلی کار راحتی نیست. بعد زمان میبره، پیدل خودشون یه حلقه‌ای داره، امکان پایداری ناپایداری داره، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. این خیلی روال عادی راحتیه، ولی خب به هر حال می‌بینیم که حالا کلاً این دمودولاتور سنکرونه واقعاً چیز خیلی به درد بخوری، یعنی حداقل مورد بحث ما نیست اینجا. خب در صورتی که سیگنال من دمودولاسیون ای ام ساپرس کریر یا اینکه اس اس بی داشته باشه، مجبورم من از این روش استفاده بکنم برای دمودولاسیون. اما در صورتی که من یه دونه مودولاسیون ای ام داشته باشم که کریر داشته باشه، اینجا بیام نگاه بکنم، میام نگاه میکنم که وقتی من این سیگنال AMم رو مثلا فرض کن اینجوری دارم، سیگنال AMم روی پوشش همه اون اطلاعاتی که من میخوام هست، عملا پوش این اون FTیه که من دلم میخواسته بگیرم، پوشه رو خیلی راحت تر میشه آمد پیداش کرد. کاری که من میام میکنم اینه که میام یه مداری میذارم که این مدار من بیاد فقط این پوش رو دنبال بکنه، نه این سیگنال داخلی رو. یه مداری میام میذارم که انقدر کنده که فقط میتونه این پوش رو دنبال بکنه، نه این سیگنالای فرکانس بالایی که اینجا داره اتفاق میفته. مثلا فرض کنید سیگنال صدای شما رو من میگیرم، یه رادیو اف ام، رادیو ای ام که مثلا داره پخش میشه رو در نظر بگیرید، فرکانسش در حد مثلا 500 کیلوهرتز تا 1.5 مگاهرتز، هولوش 1 مگاهرتز، ولی پهنای باند سیگنال صوتی که مثلا از اونجا فرستاده میشه مثلا در حد مثلا 5-6 کیلوهرتز، در حد این ریت تغییراتش در حد حالا بگید 10 کیلوهرتز، در حد 10 کیلوهرتز این فرکانسی که اینجا داره جابجا میشه 1 مگاهرتز، پس یه ضریب 100 اون فرکانس اومگا صفر بالاتره. من اگر یه مداری داشته باشم که میتونه با این سرعت جابجا بشه، با این سرعت سیگنال رو دنبال کنه و نمیتونه که سیگنال به این فرکانس بالایی رو دنبال بکنه، میتونم بیام این پوشه اینو در بیارم. توی کیسای این دوتا کیس به این راحتی نیست. توی این کیس این میاد، بعضی اوقات ممکنه که پوشه من بیاد از اینجا رد بشه، یعنی پوشه من این شکلیه، ولی وقتی من آوردم این یک به اضافه MFT رو گذاشتم، شرطم اینه که یک به اضافه MFT هیچ وقت به صفر نرسه. افتی یه سیگنال نرمالیزه شده بود، امم اندیس مودولاسیون هم بود، یه جوری در نظر می‌گرفتم افتی بین مثبت و منفی 1 بود، امم کمتر از 1 بود، هیچ وقت من این سیگنالم از اینجا گذری نداشتم که پوشم بیاد رد بشه. اگر گذر از پوشم بیاد گذر از صفر داشته باشه، دیگه نمیتونم با روش‌های دنبال کردن پوش بیام سیگنال به دست بیارم، باید برم مودولاتور سنکرون استفاده کنم. به همین خاطره اوایل درس من گفتم بعضی اوقات فرستنده گیرندم رو من جورای مختلف دیزاین میکنم. مودولاسیون ای امی که واسه رادیو ای امی که مثلا توی همه جا پخش میشه استفاده میکنن، این مودولاسیونه. علتش هم اینه که شما دلتون یه دونه فرستنده داری، تو کل مثلا این شهر یه فرستنده ای ام داری، یا مثلا ممکنه 5 تا کانال داشته باشی 5 تا فرستنده ای ام داری، ولی در عوض میلیون ها ممکنه گیرنده داشته باشی. پس میای کامپلکسیتی رو میبری اینور. اینجا الان داره نصف توانش رو فقط کریر میفرسته. تو اون نصف توانی که کریر میفرستم هیچ اطلاعاتی نیست. صرفاً بی خودی داره اون کریر رو میفرسته. یعنی برای دیتای شما هیچ ارزشی نداره. مزیتش چیه؟ اینه که شما میتونی بیای اون وقت از یه دونه دمودولاتور آسنکرون استفاده بکنی تا اینکه بیای یه همچین چیز پیچیده‌ای رو استفاده بکنی. حالا جلوتر می‌بینیم با یه دونه دیود و یه مقاومت و یه خازن من میتونم بیام پوشه اینو در بیارم. این همه هم مدارهای پیچیده نمیخوام. اینجا الان شما چند تا فیلتر داری، چند تا میکسر داری، فرکانس رو دو برابر کنم و تقسیم کنم و غیر خطی بیارم، همه اینا کلی دردسر سازه، کلی من کلی رسیور رو سخت میکنه. در جاهایی که رسیور ترانسمیترم تعدادشون محدوده یا چه میدونم تعدادشون به هم دیگه قابل مقایسه است، یا کامپلکسیتی رو میخوام تقسیم بکنم، ممکنه که از این روش ها استفاده بکنم. جایی که پهنای باند خیلی محدود باشم از این استفاده میکنم، جایی که کامپلکسیتی تو رسیور قابل تحمل میام از این استفاده میکنم، جایی که میخوام رسیورم خیلی آسون بشه از این نوع مودولاسیون استفاده میکنم. از اینجا به بعد این بخش همیشه با فرض اینه که مودولاسیون من به این شکله، همیشه با فرض اینه که کریر دارم یکی به اضافه MFT هیچ وقت کوچیک‌تر از صفر نمیشه.
اگر یه همچین وضعیتی داشته باشم، حالا میتونم بیام برم از اون دمودولاتورهای آسنکرون استفاده بکنم. پس سنکرونه خیلی مورد بحث ما نیست. روش‌های خیلی زیادی هست واسه به دست آوردن این کوسینوس اومگا سفتی، و گیرندم هم که همین میشه، دمودولاتور هم همین میشه، یه میکسر دیگه. این روش خیلی آسونه. این میکسر هم میشد با یه دیود ساخت، یه میکسر یه فیلتره. این دوتا تیکه آسونن، اما ساختن این به دست آوردن این وی کوسینوس اومگا سفتیه که سخته. اونم به روش های مختلفی من میتونم بیام به دست بیارم. هر جوری که اومدی به هر روشی که به دست آوردی، ضرب میگه اینجا ضربش میکنی تو سیگنال، فیلترش میکنی، سیگنال افتی به دست میاد. پس این شد دمودولاتور سنکرون. حالا بریم آسنکرون ها ببینیم. واسه آسنکرون ها مدار زیاد وجود داره، روش های مختلفی وجود داره که من بتونم بیام آسنکرون ها رو بسازم. بیشتر راجع به اونا صحبت میکنیم. سوالی هایی هست بگید. خب بله، برای بود که فقط گذر از صفر رو ببینید. حالا یه کامپراتور بود، میتونست یه کامپراتور باشه صرفا، اش میتریگر هم نمیخواست باشه. یه کامپراتوری که به محض اینکه از صفر بریدم بالا بشه به VCC، از صفر آمدم پایین بشه به منفی VCC مثلا. ولی قبلش تو دامنه اطلاعات داشتم، اونجوری من اطلاعات تو دامنه رو حذف کردم. قبلش دامنم کم و زیاد میشد، اینجوری آمدم اطلاعات تو دامنه رو حذف کردم، دامنه رو فیکس کردم، کانستنت انولوپش کردم. آره میشد کنم، راه های هست. نه حالا اش میتریگر هم هیچ کدوم از اینا دیجیتال نیست، ما هیچ چیز دیجیتال نداریم. همه اون چیزایی که دیجیتال هم تاش آمدن با ترانزیستور و مقاومت ساختن. نه نه، یعنی میگم نه، تقسیم بر دو هم راه های مختلفی هست که میشه کرد. تقسیم بر دو هم برای دیجیتال که من چیزی، یعنی هر چیزی رو شما بالاخره تاش باید بدید چند تا ترانزیستور یا چند تا المانایی که داری بسازید دیگه. چیزی به عنوان دیجیتال مستقل ندیم که بخوای ازش در بری شما. گیت هم که میان، اندورانات هم که میان میسازن، تشمیل ترانزیستور میذارن دیگه. شما هم ترانزیستور رو میتونی به اینجا استفاده کنی، حالا باشه یه مداری بسازی. دیوایدر یکی از راهایی که دیوایدر میتونی داشته باشین که شما یه دونه، حالا این یه ذره برای شما ها دوره، ولی یه همچین چیزی که داشته باشی، اگه تو ورودی فرکانس F0 بدیم، وسط فرکانسش میشه 2F. چیزایی که فرکانس F0 و F0 میاد از دو طرف با هم دیگه هم غیر همفاز دارن، هم دیگه رو کنسل میکنن. ولی چیزایی که از 2F و 2F میاد با هم دیگه غیر همفازن، با هم دیگه همفازن، با هم جمع میشن اینجا با فرکانس دو برابر. اگه شما یه اوسیلاتور دیفرانسیلی داشته باشی، فرکانس اینجا با فرکانس دو برابر داره نوسان میکنه. اگه بتونی سیگنالت یه جوری اینجا تزریق بکنی، تو خروجیت فرکانس F میگیری. این یه راه خیلی آنالوگیه. چیه؟ نه خیلی بدیهی نیست، ولی بر اینجوریه که اگه شما یه اوسیلاتور داشته باشی فرکانس F داره نوسان میکنه، مسیر اینور و مسیر اینور با هم دیگه چه شکلی هن؟ دیفرانسیلی هن دیگه. این دوتا با هم 180 درجه اختلاف فاز دارن، پس هم دیگه رو کنسل میکنن. اما وقتی به توان دو میرسه، جمله به توان دو رسیده، اینور و اینور دیگه علامتش حذف میشه، پس اینجا فرکانس 2F داری. حالا اگه 2F از بیرون بیاری بدی، یه جورایی که خروجی میتونی F بگیری. یه ذره غیر خطیه، یه ذره یه لول به قول شما بدیهی نیست. یه ذره باید غیر خطیش رو هم بفهمی، از تحلیل خطیش نمیتونی ببینی. ولی خب وقتی اوسیلاتور دارم رژیم غیر خطی هم. نه بعد راه داره، یه اوسیلاتوری باید بگیری هولوشمون فرکانس، عوض اینکه بذاری خودش تو F0 نوسان کنش اینجا 2F بده، شما 2F رو تزریق میکنی و میری تو F0 نوسان میکنی.
چی؟ در صورتی که مدولاسیون AM با کریر بودی میشد، ولی وقتی که مدولاسیون AM هستی که ممکنه که انولوپت بیاد بره از صفر رد شه، به توان دو رسونه که اون FTA بیاد به توان دو برسه. FTA میتونه مثبت و منفی بشه، ولی FTA به توان دو دیگه همیشه مثبته. اون بیشتر در جهت این بود که هدف از این بحث این بود که من بیام به شما بگم که این دمودولاتور آسنکرون، دمودولاتور سنکرون خیلی سخته، پس ولش کنید، نه اینکه شما اون تو گیر کنید و بیایید ببینید که چقدر این یکی آسونه. بیشتر در جهت موتیویشن این بود که این مطلب این طرف چقدر خوبه. خب حالا پس من میتونم بیام دمودولاتور آسنکرون داشته باشم. دمودولاتور آسنکرونم چیکار میخوام بکنم؟ میخوام بیام اون انولوپ سیگنال رو در بیارم، بیام یه دونه انولوپ دیتکتور داشته باشم. برای اینکه بخوام یه انولوپ دیتکتور داشته باشم، یه همچین چیزی میخوام. سیگنال ورودی رو بیام بدم، این سیگنال ورودی که آمدم دادم و بیام ببرمش از یه دیودی ردش بکنم. اگه سیگنال ورودی رو بیام از یه دیودی ردش بکنم چی میشه؟ یک سو میشه. واقعیتش اینکه سیگنالم که میام نگاه میکنم، این سیگنال AM که من اینجا دارم، من یه طرفش برام بسه، این الان هر دو طرفو داره، این الان حالت با وسطش کریرم اینجا آمده رفته، این یه طرف اینو من داشته باشم کفایت میکنه دیگه، یکیشو که نمیخوام. پس میتونم بیام یک سوش بکنم، بعد بیام ببرمش، بعد از اینکه یک سوش کردم بیام یه جورایی فیلترش بکنم، بیام از یه چیزی رد چه مداری داشته باشم که فقط بیاد فرکانس پایینا رو ببینه، فرکانس بالاها رو نبینه. پس اینو بیام یک سوش بکنم، بعد بیام یه دونه منبع جریانی اینجا بذارم که این منبع جریانه بهم بده آلفا ضرب در آی، وقتی که جریان این دیوده هستش آی، اینجا هم یه دونه آری دارم مال منبعمه بالاخره، بعد بیام برش ردش کنم از یه فیلتری، اینجا اسمش میذارم وی او، یه آر او سی او اینجا باید بیام انتخاب بکنم که بیاد این درست فیلترش بکنه. این مدل دیود منبع جریانه مدل چیه؟ پس یه جورایی بیام از یه ترانزیستور ردش بکنم، هم وقتی میام ردش میکنم داره یک سو میشه، مدل لارج سیگنال ترانزیستور هم بود دیگه، مدل ابرزمال بود. بیام از یه ترانزیستور ردش بکنم که بیاد اینجا یک سو بشه، بعد که اومد یک سو بشه ببرم اون بر، فقط این تیکش رو نگاه بکنم. حالا ببینیم مدار چه شکلی کار میکنه. این مدار این شکلی کار میکنه که من الان اینجا اومدم وایسادم، این داره میاد میره بالا، وقتی این داره هر وقتی مثلا من به این نقطه پیک رسیدم، سر این پیک من تا سر این پیک آمدم، سر این پیک که میرسم یا به یه جای مثبتی که میرسم، اینجا الان فرض کنید که از اینجا شروع کنیم، اگه بیام از اینجا شروع بکنم، اون RC که اون طرف وجود داره شروع میکنه دشارژ شدن، RC شروع میکنه دشارژ شدن، بعد به تدریج دوباره من میام سر پیک که میرسم شارژش میکنم، ولتاژ اینجا افتاده رفته پایین، ولتاژ اینجا که افتاده رفته پایین، دیود من روشن نمیشه. خب دیودم روشن نمیشه، پس افت دارم، پس دوباره به تدریج اینجا رو افت میکنم، بعد دوباره برمیگردم بالا، اینجا رو افت میکنم دوباره برمیگردم بالا. اگه بیام اینجوری نگاه بکنم، به نظر میاد که دارم من این پوش اینو دنبال میکنم، به قد کافی فیلترش کرده باشم دیگه این پرشارم نمیبینیم ما. رو آرسیش بعدن شرط میزنیم که ببینیم چی میشه. بله چی؟ نه حالا بذاری رابطه رو من می‌نویسم، اون میشه یه مدار دیگه، اون بر میتونم یه دونه بیام یه جور دیگه هم بسازم بشه. بذار رابطه رو من بنویسم. خب فرض میکنم ولتاژ ورودی خیلی بیشتر از ولتاژی که این لازم دارم اینو روشن بکنم، یه دونه وی صفری داره، حالا اگه دیود جرمانیوم باشه 1.2 ولت، اگه سیلیکونی باشه 0.7 ولت، ولی دامنش بزرگه، سیگنال گرفتم به قد کافی تقویتش کردم قبل از اینکه بیام دمودولاش بکنم،
سیگنالی که از آنتن گرفتم فقط کافی تقویتش کردم. الان وی آی که من اینجا دارم ولتاژ دو سر دیودم مساوی هستش با آر ضرب در آی به اضافه وی تی در ال ان آی به وی به آی اس. ولتاژ ورودی مساوی با آر ضرب در آی به اضافه وی تی در ال ان آی به آی اس. قابل ولتاژ دو سر این ولتاژ دو سر. خب از اینجا پس وی آی به وی تی را اگه من بخوام بیام بنویسم وی آی به وی تی مثلا میشه با آر ضرب در آی به وی تی به اضافه ال ان آر ضرب در آی به وی تی من های ال ان آر ضرب در آی اس به وی تی. این دوتا رو تو هم ضرب کنید، یه بخش اینو به این تقسیم کنید چی میشه؟ بالایی میشه دیگه. خب با تقریب من میتونم بیام بگم این یه قسمت این وسطش تقریب داره، حالا خیلی اینو من چیز نیستم. با تقریب میتونیم بیام بگیم که وی او مساوی هستش با وی تی در پنج منهای ال ان آر ضرب در آی اس به وی تی. از اینجا آی تی رو من میتونم بیام به دست بیارم. چیه؟ تو کتاب آمده اون شکل رو برداشته با یه چیزی تقریب زده، یه خطی کشیده. خیلی روابطش واسه من مهم نیست، مهم کانسپتشه که چه اتفاق اینجا داره میافته. درگیر روابطش زیاد نباشه. یه تقریبی آمده زده، آمده این رسمش کرده، بعد آمده با یه خط تقریبی اینو مثلا یه خطی رو باش مماس کرده، بعد آمده گفته که اینجا نمیشه. خیلی وی آی تی من های وی او تقسیم بر آر یا صفر. آیتی من یا هستش صفر یا هستش وی آیتی من های وی او تقسیم بر آر، به شرط آنکه وی آیتی بزرگتر از وی او باشه یا به شرط آنکه وی آیتی کوچکتر از وی او باشه. چی؟ چه کسی رو زیاده میزاره؟ چه؟ نه حالا بهت میگم چه اتفاقی میفته. وقتی مدار واقعیش رو ببینیم این حلقه فیدبکی داره، ولی اینجا الان فعلا نمیبینیدش، چون من بیجای دو اینجا میام یه ترانزیستور بذارم، یه ترانزیستوری بذارم که روشن خاموش میشه، یه حلقه فیدبکی داریم ما اینجا. حالا اصلا کلا این قسمتشو صبر کنید تا برسیم به این نقطه ای، بعد میبینیم چی شد. میبینید چه اتفاقی میفتد؟ یه چند دقیقه صبر کنیم. خب به طور کلی این سیگنال وی آی که من اینجا آمدم گذاشتم، اگه بیام نگاش بکنم، اگه حالا فعلا بیام فعلا فقط همین قسمت نگاه کنم، فعلا روابط یه چند لحظه بذارید کنار، بیام همینجوری بهش نگاه بکنم، میبینم که یه ولتاژ وی آی دارم، یه آری دارم، یه آی از اینجا میاد از این دیوده میگذره. خب دیوده نیم سیکل روشنه، من جریان دارم، نیم سیکل هم خاموش. پس من یه جریانای، من اگه بیام جریان دیودم رو نگاه بکنم، میبینم یه تیکه هایی، یه تیکه هایش هست، یه تیکه هایی صفره. من بیام جریان دیودم رو نگاه بکنم، جریان دیودم یه همچین رفتاری داره. حالا بسته به اینکه دامنم نسبت به نمیدونم ولتاژی که لازم واسه دیود روشن کردن چقدر باشه. اگه ولتاژ دیود ایدئال نظر بگیرم 50% اوقات این هست، 50% اوقات
جریانم هم اندازش میتونه کم و زیاد بشه. چرا؟ چون اون VIT اینجا تغییرات زمانی داره، پیکش میتونه جابجا بشه دیگه، این پیکام همه با هم همقدر نیستن، درنچه این جریانه میتونه که کم و زیاد بشه. اگر اینجوری باشه میتونم بیام حالا برای این میتونم بیام چی بنویسم؟ یه سری فوریه بنویسم. بیام سری فوریه اینو بنویسم، سری فوریه این یه آی صفری داره که آی صفرش مساوی هستش با آی پی پیوم در سینوس فی منهای فی کوسینوس فی تقسیم بر یک منهای کوسینوس فی. یه جمله آی یکی داره، جمله آی یکش مساوی هستش با آی پی به پی در فی منهای کوسینوس فی سینوس فی تقسیم بر یک منهای کوسینوس فی. فی چی بود؟ فی چیه؟ هیچ کی نمیدونه؟ ها؟ چه؟ این تیکه که دیگه مشکل نداره که، این تیکه من الان اومدم میگم یه سی شکلی دارم که یه وقتایی یه پیکایی داره، من میخوام بیام مثلا چه سری فوریه بنویسم، سری فوریهشو دارم بنویسم، این که دیگه اصلا ربطی به آدم خوابتی نداره، ریاضیه. نه، فی رو اسمش میذاریم زاویه هدایت، مقداری از زمان، مقداری از سیکله که این داره هدایت میکنه. خب یه درصدی از اوقات، الان مثلا اگه یه پریود کامل در نظر بگیرید، مثلا الان اگر که دیودم ایدار باشه 180 درجه میشه زاویه هدایت، اگر دیودم، اگر که ولتاژم کم بزرگتر باشه یا دیودم ایدار نباشه، این زاویه کمتر و کمتر میشه. خب چی؟ فی مساویه با، یه جایی من بنویسمش، فی مساویه با کوسینوس منهای یک وی او به یک. چی؟ وی او یک دامنم، وی او میشه اون چیزه، وی او میشه ولتاژی که لازم واسه روشن شدن هم. یه مقداری ولتاژ لازم دارم واسه روشن شدنش. کدوم روابط؟ سری فوریه است. اگر چیز زیادی نمیفهمید سر کلاس درست نشستید. ببین این یه درصدی از اوقات روشنه، یه درصدی از اوقات. من فرض کردم اینا قدشون همه یکی، اندازه اینجا هستش آی پی، آمدم فرض کردم که یه مقداری از سیکلین داره هدایت میشه. حالا این مقداری از سیکل که این داره هدایت میکنه، ممکنه که اگه همه سیکل هدایت میکرد یه داستانی میشه، اگه همه سیکل هدایت میکرد میشه سینوسی، یعنی فی رو به سمت 360 درجه ببرم میشه سینوسی کاملا، اینا همه باید صفر بشن، اینا فقط میمونن. اما اگر که این فقط آیکه میمونه، بقیه حذف میشن. اما اگر که چیز باشه، اگر که مثلا فرض کنید یه درصدی از اوقات بیاد بگذره، بعد ببینید چند درصد از اوقات میاد میگذره، خب به فی بستگی داره. وی او مقدار ولتاژیه که مقدار اون ترشولدیه که از اون بالاتر روشن میشم، وی یک پیکمه، نسبت اون پیکه به اون نسبت اون ترشولدی که لازم داره تا روشن بشه. اگر که
حالا اینجا من یه فیلتری آمدم اون برگذاشتم که اون آیه رو داره میاد فیلتر میکنه. اگر فرض بکنم، ببین الان من سری فوریه فرض کردم که توی هر سیکلی یه لحظات خاصی فقط جریان میکشه. خب اگر تو هر سیکلی یه لحظات خاصی، یعنی سر این پیکا، سر هر کدوم از این پیکا یه لحظه خاصی فقط من جریان بکشم، اگر سر هر کدوم از این پیکا من یه جریانی بکشم، سری فوریه اینه که میام می‌نویسم فاصله بین اینا چقدر میشه، دور تناوب اون چقدر میشه، مساوی میشه با یا فرکانس هارمونیک اولش هم فرکانس میشه با کوسینوس با امگا صفر دیگه. پس الان این بعد ضرب این که دی سیه، این بعد ضرب بشه در کوسینوس امگا صفر، اینا بعد ضرب شدن در کوسینوس ان امگا صفر. قبوله؟ چون فاصله بین این نقطه ها یک روی تی صفریه که دقیقا فاصله یه طول یه پریود اینه. خب چی؟ ببین این دیود الان چند وقت یه بار روشن میشه؟ فقط سر هر پیکی روشن میشه دیگه. فرض کنی که هر دفعه در هر پریودی یه بار روشن میشه، حالا فعلا سر اونش بحث نمی‌کنیم. تو هر پریودی یه بار که روشن میشه، پس من یه قطار یه جریانی دارم که این جریانای لحظه من فاصله هاشون با هم به اندازه یه پریود اینه. خب حالا اینکه چقدر زمان روشنه، یه لحظه روشنه یا نصف سیکل روشنه یا اینا، این فیه رو تعیین میکنه. اگر که فقط یه لحظه روشن باشه فی خیلی کوچیک میشه، اگر که نصف سیکل روشن باشه فی میشه 180 درجه. خب پس من یه همچین چیزی دارم. حالا این طرف من اومدم یه فیلتری گذاشتم، این فیلتر پهنای باندش کمه، گفتم فیلتری میخوام اینجا بذارم که نتونه این سیگنالو دنبال کنه. وقتی یه فیلتری میخوام بذارم که یه مدار میخوام بذارم که نتونه اینو دنبال بکنه، یعنی پهنای باند این فیلتره چقدره؟ خیلی کوچیکتر از امگا صفره. چون پهنای باند این فیلتر خیلی کوچیکتر از امگا صفره، پس این جملات از اینجا به پایین همشون فیلتر میشن. قبوله؟ جملات از اینجا به پایین همشون فیلتر میشن. چه جمله‌ای میمونه؟ چی؟ جمله دی سیم فقط میمونه. جمله دی سیم میمونه. این جمله دی سیم میام میذارم تو روابطم. میام میگم که آی او اون جمله دی سیه مساوی هستش با دامنه ولتاژ خروجی هست چقدر دی او. آیه پیک هم که میخوام بیام در نظر بگیرم هستش بی او تقسیم بر پی آر در رادیکال وی یک به وی صفر به توان دو منهای یک منهای کوسینوس منهای یک وی صفر به وی یک خب سوال بعدی اینه که این از کجا آمد؟ سینوس فی کوسینوس فی رو اینجا نوشتم اینه، کوسینوس فی مساوی میشه با وی صفر به وی یک، پس سینوس فی میشه یه همچین چیزی، اینم میشه کوسینوس فی. تو این رابطه گذاشتمش. چی؟ وی صفر هم همون ویاته، دامنه ویات. سب کنید بذاریم من مدارشو بکشم میفهمید چی شد. من مدارشو الان بکشم. خب من میخوام بیان مداری که واقعا داره این کار انجام میده رو بکشم، یه همچین چیزی میشه. حالا بعد رفت نحوه کار کردش رو با هم میبینیم.
فعلا در ابتدا به این نگاهش بکنید. اگر که من اینجا ولتاژ VCC داشته باشم، اینجا هم که این ولتاژ DC اینور صفره، هیچ جریانی هم از این ترانزیستور نمیتونه بگذره، پس ولتاژ دو سر مقاومت هم چقدره؟ صفره؟ ها؟ چی؟ چی صفره؟ ولتاژ دو سر این منبع چقدره؟ ولتاژ دو سر مقاومت چقدره؟ دی سی شده هم نگم. پس این ولتاژ وی سی سی کجا میافته؟ دو سر خازن هم میافته دیگه. پس اینجا میشه مثبت و منفی وی سی سی. اینجا یه وی اسی دارم، اینجا یه آری دارم. خب، حالا اتفاقی که میافته بگی اول من کانسپت کلیشو بگم چه جوری کار میکنه، بعد روابطشو بهتر میفهمید. چی؟ فعلا فرض کردم ولتاژی که میافته کمه. گیت نداریم، سورس هم نداریم. نه، فرض کردم اونا صفره. فرض کردم فعلا ولتاژمون در حد 6.7 ولت رو صرف نظر کردم. میگم صرف نظر کردم. خب اون دیودی که اون برای هست میتونه باشه، فرق نمی کنه. از هر دو طرفش دیود دارم، هم این وری دیود دارم، هم اون وری دیود دارم. نه بیایید این بر فعلا اونها رو ولش کنید، اونها ولش کنید، یه دو دقیقه اونها ولش کنید. بذارید من اول اینو بگم شما درست بفهمید که چی شد، بعد بریم سر اون داستان. ببین الان مدار من قطع و وصل میشه. خب این قطع و وصل شدن مدار من با چه ریتمی اتفاق میفته؟ با ریتم فرکانس اومگا صفر قطع میشه، وصل میشه. یا حالا اینجا فرقی نمیکنه، اینجا دیودم داره قطع میشه، وصل میشه، درسته؟ این قطع میشه وصل شدنش با چه ریتمی اتفاق میفته؟ با همون پریود تی صفری که فرکانس اومگا صفر داره دیگه، درسته؟ خب این قطع و وصل شدنه معادل اینه که سیگنال ورودی من آمده ضرب شده توی قطاری که 0 و 1 داره. نه؟ 0 و 1ش قطاری که 0 و 1 داره، این قطاری که 0 و 1 داره پریودش چقدره؟ پریودش با پریود اومگا 0 من برابره، یا هم فرکانس اصلیش فرکانس اومگا 0. خب پس سیگنال ورودی من آمده ضرب شده توی یه شبیه به یه، حالا فرض کنیم فعلا این شکلی بشه، آخه آمده ضرب شده توی یه قطار پالسی که این پالسه هم پریود با سیگنال ورودیه. این مثل این میمونه که من آوردم سیگنال ورودی رو تو خودش یه جورایی توی یه قطار پالسی که با این هم فرکانس بوده ضرب کردم. قطع و وصل میشه دیگه، یه وقتای قطعی که وقتای وصلی، وقتای قطعی وقتای وصلی. خب پس مثل اینمونه که آمدم تو خود این سیگناله ضربش کردم. من چی میخواستم؟ تو اون اسیلاتور سنکرونه دلم میخواست بیام توی کوسینوس اومگا سفتی ضربش بکنم. حالا به نظر میاد که عوض اینکه بیام تو کوسینوس اومگا سفتی ضربش بکنم، آمدم تو سیگما آن کوسینوس ان اومگا سفتی ضربش کردم. یه تعدادی جملات میده، از این تعداد جملاتی که میده یه دونش به درد من میخوره. کدوم؟ اونی که آ یک کوسینوس اومگا سفتی ضرب شده توی این سیگنال اصلیه که کجا میفته؟ رو دی سی. پس اگر من این آر صفر و سی صفر رو انقدر پهنای باندش رو کم بذارم که به اندازه پهنای باند افتی باشه و پهنای باند افتی من فرض بر اینه که از اومگا صفر خیلی کوچیک‌تره، این فرض رو هم داشته باشم، اینجا تنها جمله‌ای که بعد از این فیلترینگ واسه من میمونه خود افتیه، یا حالا یه ضریبی از افتیه. پس اینجا چی کار داریم میکنیم؟ داریم میایم این سیگنال رو قطع و وصلش میکنیم. قطع و وصلش میکنیم با چی؟ اگه این دیود ایدئال در نظر بگیری، هر بار که گذر از صفر دارم این قطع میشه یا وصل میشه. گذر از صفرای من هم فقط به خاطر سیگنال من، اینو پاک کردم، گذر از صفرای من هم فقط به خاطر ال او، چون هیچ وقت انولوپ هم از صفر که رد نمیشده، فقط به خاطر رد شدنهای کوسینوس اومگا صفتی از صفره که من اینجا گذر از صفر دارم. پس فقط این آمده توی یه چیز، توی قطاری ضرب شده
که این قطاره رو من میتونم بنویسم سیگما آن کوسینوس ان امگا سفتی. جمله اولیش اینجا تو فیلترینگ واسه من میمونه، میشه اون خروجی که دارم میخواست. حالا هدف از این کاری هم که اینجا داریم انجام میدیم همینه. من اومدم میگم جریان من لحظه به لحظه، جریان این فقط تو لحظاتی که این سیگنال بزرگتر از صفر شده، یا فقط توی لحظات خاصی داره اتفاق میفته، یا فقط فرض کنید که یه قسمتی از پریود داره اتفاق میفته. چه قسمتی از پریود؟ به اندازه فی. من اومدم اینا رو اینجا گذاشتم. خب بعد اومدم میگم که اگه من بیام واسه این سری فوریه بنویسم، سری فوریهش چی میشه؟ یه همچین چیزایی میشه. کدوم جملهش مهمه؟ فقط دی سیش، چون اینا دیگه فیلتر میشن. وقتی میگم فقط دی سیش مهمه، بعد از اینکه این اومده بود تو اون قطار سیگما آن کوسینوس ان امگا سفتی هم ضرب شده بود، فقط جمله فرکانس پایینش این بار دیده میشد دیگه، جملات بعدیش همش حذف میشدن. این یه جورایی مثل این میمونه که بدون اینکه من بیام وی 1 کوسینوس امگا سفتی رو تولید بکنم مجددا، خودش داره تو خودش ضرب میشه، ولی خودش تو خودش داره ضرب میشه. این فقط گذر از صفر رو میبینه، این دامنه رو دیگه نمیبینه. دامنه ورودی مهم نیست. عملا ورودی نیومده به توان دو برسه، ورودی آمده فقط قطع و وصل شده. هر جا گذر از صفر وجود داشته، هر جا گذر از صفر وجود داشته که به سمت بالا داشته میرفته، این وصل شده. هر جا گذر از صفری که به سمت پایین داشته میرفته، این قطع شده. خب افتاد. خب حالا ما داریم سعی میکنیم بیاییم بریم روابطش رو بنویسیم ببینیم که چی میشه. این کانسپتش با اون روابطی که من نوشتم یکی نیست. چرا نیست؟ خب حالا روابطی که داریم مینویسیم چیه؟ یکی اینکه من اومدم میگم وی آی من مساوی با آر ضرب در آی به اضافه این جمله. تا اینجا که مشکل نداریم با هم. چی؟ کی میگه؟ من حالا نگفتم که این ترانزیستور اونجوری وصل شده، ترانزیستور اینوری وصل شده واقعا. این آی الان آی امیتره. من اومدم میگم من یه دونه آلفا آی دارم که این آلفا آی میاد آی این که ازش میگذره اینجوری رفتار میکنه. خب برگردیم روابط یه بار دیگه نگاه کنیم. تا اینجا که قبوله. آر ضرب در آی به اضافه ولتاژی که دو سر یه دیود میفته. خب ولتاژی که دو سر یه دیود میفته رو من میگم میخوام اینجوری تفکیکش بکنم. ولی مثلا آر ضرب در آی این بوده تقسیم بر این ذری منهای ال ان این. میشه که اینو با این تقریب زد. حالا فعلا شما فرض کنید که این تقریب تقریب درستی. حالا یه رابطه تقریبی من می‌خواستم به دست بیارم بین اینکه این وی او من یه رابطه‌ای داشته باشه با این وی تی که اینجا گذاشتیم به اضافه این رابطه‌ای که این طرف داره آر آی اسی زد داره وی تی. به طور کلی آی تی که من اینجا دارم آی تی مساوی هستش با ولتاژ ورودی منهای وی او تقسیم بر آر. وقتایی که این ولتاژ بزرگتر از ولتاژ روشن شدن دیود باشه جریان دیود میشه چقدر؟ میشه این منهای این تقسیم بر آر. فرض کن 0.7 ولت اینجا. خب من میگم اگر این دامنه این بیشتر از 0.7 ولت شد، وقتایی که این بیشتر از 0.7 ولت شد ولتاژ این منهای 0.7 تقسیم بر آر میشه جریانش. وقتایی که کمتر از 0.7 شد چی؟ صفر. چی؟ آره وی او ولتاژ روشن شدن دیوده. گفتم من که نه نه نه. خب پس بذار من اینو درستش کنم. خب پس هر وقت که ولتاژ ورودی بیشتر از ولتاژ روشن شدن دیود شد، دیودم روشن، جریانش میشه اون. قبوله؟ هر وقت هم که ولتاژ ورودی کمتر از ولتاژ روشن شدن دیود شد، ولتاژ جریانم هست صفر. سخته؟ چی؟ وی او پایین ولتاژی که واسه روشن شدن دیوده لازم بوده.
ولتاژی که واسه روشن شدن دیود لازم بوده 5 تا وی تی منهای یه ذریبی از این آیاسی که اینجا داریم. اینو فعلا این تیکر خیلی چیز نکنید، این تیکه باشه، اینو فعلا ولش کنید، این الان کاری به کار ما نداره فعلا، من با این کاری ندارم فعلا. یه وی اوی داریم، اصلا این تیکر میتونید فعلا در نظر نگیرید، ولش کنید، کاری باش ندارید. اگر ولتاژ ورودی از ولتاژی که روش دیود لازم داره واسه روشن شدنش بیشتر بود، جریانش میشه این دیگه، اگرم بیشتر نبود میشه صفر. خب پس اگر من اینجا یه شکل موج سینوسی داشته باشم، جریانی که از دیودم میگذره چه شکلیه؟ اینجوریه. بسته به اینکه این دامنه این وی آی چقدر باشه، این وی آی من اومدم گرفتم وی آی گفتم هستش وی 1 کوسینوس امگا 0 دی. بسته به اینکه این V1 و V0 چه نسبتی داشته باشن، من ممکنه که نصف سیکل هدایت داشته باشم، ممکنه یه مقدار خیلی کمی از سیکل هدایت داشته باشم. مقداری از سیکل که هدایت دارم اسمش میذارم زاویه هدایت یا فی. به این فیه میگن کانداکشن انگل. خب بگو. خب این میشه کانداکشن انگلی که من اینجا دارم. اگر که این وی اوی که من اینجا دارم خیلی کوچیک باشه، نصف سیکل دارم رد میکنم. اگر که خیلی بزرگ باشه یا اگه دامنم باش قابل مقایسه باشه، ممکنه خیلی کمتر. مثلا اگر این دامنش باشه 8 دهم کوسینوس امگا 0 فقط موقعی که از 7 دهم میره، پس این مواقع خیلی کمی دارم. اگه این دامنش باشه مثلا 10 ولت کوسینوس امگا 0 تقریبا مثلا نصف سیکل داری، نصف سیکل من اینجا کانداکشن دارم. اگر یه همچین شکل موجی داشته باشم با آی پی ثابت که یه مقداری از سیگ به اندازه فی هدایت بکنه، من میگم سری فوری اینو بنویسم، اینا میشه رابطش. حالا این ریاضیه، این دیگه نگید چرا میشه، قبول کنید که میشه. بگو سوالت. چی؟ صاحب داری قاطی میکنی. من فعلا فرض کردم اینجا یه وی کوسینوس امگا 0 دارم، مثلا ای ام ندارم. فرض باشه دیگه، وی کوسینوس امگا 0 دارم دیگه. وی کو نمیگم توش چیه، وی کو نمیگم توش چیه الان. من فعلا واسه به دست آوردن این سری فوری اونجا باید وی کو ثابت فرض کنم. اینجا یه وی کوسینوس امگا 0 دارم. حالا توی وی یک یک به اضافه ام اف تی، آره، ولی فعلا من باش کاری ندارم. فعلا من فرض میکنم یه وی کوسینوس امگا 0 دارم. اگه یه وی کوسینوس امگا 0 داشته باشم، بیام بذارمش توی این رابطه، بیام نگاهش بکنم، وقتی که وی یک بزرگتر از وی 0 میشه، من کانداکشن دارم. یه جریانی از اینجا میگذره، از اینجا میتونم بیام رابطه به دست بیارم. از اینجا که بیام رابطه به دست بیارم، حالا بیام ببینم که جریانی که تو خروجی دارم میدم چقدر میشه. قسمتی از این جملات که تو جریان خروجی من هست که مهمه، فقط جمله دی سیمه، چون بقیه فیلتر میشن. این فیلتره فقط دی سی رو تبدیل میکنه به ولتاژ، واسه بقیه فرکانس ها اتصال کوتاه، امپدانسش صفره. اگر بیام این کارو بکنم، اینه بیام وارد این روابط بکنمش، از اینجا آی او مساوی میشه با وی صف تقسیم بر پی آر در یه همچین رابطه ای. اینو تقریبا میتونم بیام بگم مساوی با کی بود گفت یه چیزیش اینجا کمه، اون یک منهای کوسینوس فی رم. ها شما بودی کوسینوس فی از اینجا میشه چقدر؟ ویو به ویه ایکونه بیا اینجا بذاری، یکی من همینو بذاری درست میشه. آی پی چقدره؟ آی پی هستش وی یک به وی او تقسیم بره آر. خب پی کم چقدره؟ پی کم هستش وی یک به وی او تقسیم بره آر. اینم بیا جایگزین بکنی درست میشه. خب
از اینجا اینو بیام سادهش بخوام بکنم، بخوام تقریبا بگم اشتباه بکنم، میشه پی آر در این به توان دو منهای یک و منهای کوسینوس وی او به وی یک که اینجا دارم بیام بنویسم، اینو تقریبا میتونم بیام بنویسم وی یک به وی صفر منهای پی دوم، با فرض اینکه وی یک به وی او خیلی بزرگتر از یک باشه. اگه بیام این کارو بکنم تقریبا مثلا میشه با وی یک به پی آر منهای وی او به دو آر. چه؟ حد اکثر جریانی که از اینجا میگذره چقدره؟ حد اکثر جریانی که میگذره وقتی که من این تو پیک وی یک یه وی او ازش کم میشه تقسیم بر آر میشه. خب پس آی پی مساویه با اینه، اینجا جای آی پی جایگزین کردم. خب اما اینجا اگر وی یک به وی صفر خیلی بزرگتر از یک باشه، وی یک به وی صفر خیلی بزرگتر از یک باشه، این تقریبا میشه یه همچین چیزی، این جمله رو ازش نگه میدارم، این یکی هم میشه چقدر؟ پی دوم. اینو بیام ضربش بکنم، این جمله اولیه میشه وی یک به پی آر منهای وی صفر به دو آر. وی صفر به دو آر چیه؟ وی صفر یه عدد ثابته. وی صفر به دو آر چیه؟ یه دیسیه، یه دیسیه که از این کم شده. اینجا من دیگه دیسی رو نمیتونم صرف نظر کنم، فرکانس پایینم، فیلترم لو پسه. در اینجا این یه جمله دیسی کسر شونده است. این یکی هم میگه وی یک به پی آر. حالا من بیام وی یکم رو جایگزین بکنم، بیام به جای وی یکم بذارم چی؟ بیام فرض کنم که، فرض میکنیم اگر حالا اگر بیام فرض کنم که وی آی تیم عوض اینکه دامنه ثابتی داشته باشه هستش وی یک در یک به اضافه ام اف تی در کوسینوس اومگا سفتیه. اگه یه همچین وضعیت و شرایطی داشته باشم وی او میشه چقدر؟ این که میگه دامنه ورودی هرچی بود تقسیم بر پی آر کن، میگم که میگه دی سی ازش کم کن. بخوام سمت خروجی ببرمش هم بیام این جریانی که اینجا وجود داشته رو ضرب در یه آلفا هم بخوام بکنمش، یه دونه آلفا در وی یک در یک به اضافه ام اف تی در آر صفر به پی آر منهای آلفا در وی او آر صفر به دو آر. فرض کردم که این جریان آمده این طرف، اینجا که میاد تو آر صفر ضرب میشه، یا آلفا هم توش ضرب میشه. حالا آلفاش هیچی، آلفا رو میتونیم ازش صرف نظر کنیم. آلفا در این ور شده وی یک در یک به اضافه ام اف تی در آر صفر تقسیم بر پی آر منهای یه جمله دی سی. این جمله دی سی که ازش کم میشه، اگه آر آر صفر درست تنظیم کرده باشم اون دی سی که ای ام هم داشتم میتونم باهاش حذفش بکنم، تو خروجی کاذب در اف تی ازش بگیرم. نکنم این کارم، یه دی سی دارم، میتونم بیام دی سی رو حذفش بکنم. کانسپت کلی این بود که من اومدم دارم سیگنال ورودی رو قطع و وصل میکنم. با چه ریتی قطع و وصل میکنم؟ با یه ریتی شبیه به سیگنال اصلیم. هر بار که گذر از صفر دارم، توی هر گذر از صفری دارم سیگنال رو قطع و وصل میکنم. وقتی تو هر گذر از صفری سیگنال قطع و وصل میکنم، مثل این میمونه که این سیگنال ابتدایی ورودی رو من اومدم تو در سیگما آن کوسینوس ان اومگا صفری ضرب کردم. اونجوری هم میشه تحلیلش کرد. مثل اینه که من این اومدم تو اون ضربش کردم، وقتی اومدم تو اون ضربش کردم تو خروجی اومدم فیلتر کردم، اونی که تو فرکانس پایین میافتاده رو فقط برداشتم. کدوم جمله؟ شما الان اینو بیاید ضربش بکنید، این وی یک در یک به اضافه ام اف تی کوسینوس اومگا صفر تی رو بیاید ضربش بکنید در سیگما آن کوسینوس
n اومگا سفتی، اینه که بیاید ضرب بکنید فقط یه جملهش میفته فرکانس پایین. اون یه جمله که میفته فرکانس پایین جمله‌ای که این n‌اش 1 باشه، این یه جمله میفته تو فرکانس پایین، این یه جمله که میفته تو فرکانس پایین خود یک به اضافه ام اف تی رو به ما میده. نمیخوام روشن شه. لارج سیگنال میخوام کار کنه. میگم الان حالا برگردیم بیایم سر این مدار. 5 دقیقه وقت داریم. خوبه. خب برگردیم بیایم سر این مدار. این مدار همون کارو داره انجام میده. چیه؟ این ورش یه دیوده. خب این دیوده که همین دیوده. هر جریانی از این میگذره آلفا برابرش از اینجا میگذره. خب این ولتاژی که جریانی که از این میگذرم جریان کلکتور با جریان امیتر یا آلفا فرق دارن. درسته؟ خب حالا این دیوده فعلا نبینید. دیوده رو فعلا کاری به کارش نداشته باشیم. این دیوده به دلایل دیگری اضافه شده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ولتاژ ورودی که زیاد میشه، تغییرات ولتاژ ورودی باعث میشه اینجا تقریبا فیکس دیگه، تقریبا زمینه دیگه. تغییرات ولتاژ ورودی وقتایی که ولتاژ ورودی از صفر میره بالاتر این ترانزیستور روشن میشه، جریان از این ور میاد این ور. وقتایی که این از صفر میاد پایینتر برعکس، این ترانزیستور خاموش میشه، جریان دیگه رد نمیشه. پس در نتیجه یه مواقعی فقط تو هر سیکل یه بار این ترانزیستور روشن میشه. تو اون یه باری که روشن میشه یه مقداری جریان میاد این طرف، این یه مقداری جریان که میاد این طرف معادل این ضربیه که من این پایین نوشتم. معادل اینه که هر بار، حالا فرض کنید که ترانزیستور صفر ولت واسه روشن شدنش احتیاج داره، هر بار که ترانزیستور روشن میشه یه مقداری سیگنال میره اون طرف دوباره خاموش میشه. اون دیود دیگه که گذاشتیم برای اینه که موقعی که ترانزیستور خاموش میشه، ترانزیستور وقتی در حالت برعکس میبینیم ترانزیستور به حالت اشبا نره، چون زمان میبره که بیاد بیرون. این به خاطر اینه که تو حالت برعکس هم یه مسیر سیگنالی داشته باشه. توی یه حالت وقتی ولتاژ اینجا بزرگتر از ولتاژ اینجا میشه ترانزیستور روشن میشه، یه جریانی میاد میره این طرف. توی اون یکی حالت این دیوده الان اینوریه دیگه. توی اون یکی حالت وقتی ولتاژ اینجا کمتر از ولتاژ اینجا میشه این یکی دیوده روشن میشه که این مسیر اینجا داخلی بسته شه، جریانی سمت خروجی نمیاد اما ولتاژ دو سر ترانزیستور هم خیلی جا به جا نمیشه، خیلی تو اشبا نمیره. ببین ولتاژ اینجا میاد پایین چیه؟ خب نه آر سی سی رو فرض کنیم ولتاژش همیشه ثابته. سی دی سی روشه فقط برای اینکه مسیر جریان منو ببنده. جریان ترانزیستور رو نمیخوام بکشه، ترانزیستور میخوام فقط قطع و وصل شه. ترانزیستور من مثل یه سویچ عمل میکنه که وقتایی که سیگنال ورودی از صفر میره بالاتر خروجی رو این ور رو به اون ور مدار وصل میکنه. آره مسیرم بسته نشه. ببین الان توی نیم سیکل منفی چیزی به خروجی نمیره اما این مسیر بسته است، این مسیر مشکلی نداره، این مسیر هم سر جای خودش هست. توی نیم سیکلای مثبت یه جریانی از ورودی میره به سمت خروجی. وقتی که ولتاژ اینجا میاد بالاتر از صفر میشه یه چیزی از ورودی میره به خروجی. پس یه وقتایی فقط من جریان دارم که اون طرف ببینمش. اگر ولتاژ روشن شدن دیودم رو صفر در نظر بگیرم میتونم اون روابط رو سادش بکنم، بیام بگم مثلا 180 درجه کاندکشن انگل دارم، انگل دارم، روابطم خیلی راحت تر میشه اون طرف. بله چی؟ بی اس؟ نمیفهمم. خب نه ببین اینجا وی سی سی، اینجا هم وی سی سی، دو سر این صفر ولت افتاده. به محض تغییرات این دقیقاً اینجا اعمال میشه، تغییرات این اینجا اعمال میشه. به محض اینکه این بالاتر از صفر میره یا میاد بالاتر از صفر، این روشن میشه، این من اینجا یه جریانی دارم. لازم نیست از وی سی سی بیشتر بشه. نه خب بگو
ببین تو حالت ریورس هم اتفاقی که میفته اینه که ولتاژ اینجا میاد پایین، وقتی ولتاژ اینجا میاد پایین ولتاژ اینجا بالاست، اینجا را اگر ولش بکنم خازن هم تخلیه میشه، مسیری ندارم واسه چی؟ خازن تخلیه میشه، دیسی مدار اصلا به هم میده، بعد از دو سه سی کلا خازن خالی میشه، دیگه دی سی سی نداره جریان یه پرمتر عوامی داره خازن خالی نمیتونه چرا دیگه دیود روشن میشه خازن خالی میشه. آره ببین همیشه الان تو سیکل مثبت این داره جریان، تو سیکل مثبت داره یه جریان اینوری میاد، داره یه جریان میاد تو خازنه، تو سیکل منفی هم بعد یه جریان برعکسی بره دیگه، وگرنه یعنی اوریج جریانی که به خازنه میرسه درست در نمیاد. از خازنه جریان میره داخل ترانزیستور، اگر اون برای در نظر بگیری آره تو سیکل مثبت جریان اینوری میره، تو سیکل منفی از اینور جریان میاد اونو جبران میکنه. وگرنه ببین اوریج اینه که نگاه بکنی، اوریج این الان مثبته، درنچه به تدریج خازنه داره خالی میشه، این مسیره میاد، مسیر میاد، مسیرمو تو حالت این سیکل منفی هم بسته نگه میداره. آره اون مسیر واسه نیم سیکل منفیمه. جلسه آینده میبینیم که چجوری میشه که یه آشکارساز پیک ساخت. الان اینجا اتفاقی که افتاد این بود که این هر سر هر تو هر پریودی یه بار روشن شد یه بار خاموش شد، یه بار روشن شد یه بار خاموش شد. لازم نیست که توی هر پریود یه بار روشن شیم یه بار خاموش شیم، میشه که فقط بیایم و سر فقط سر پیکا بیایم، یه لحظه سر پیکا بیایم جبران بکنیم، یعنی سر پیکا بیایم ببینیم که سیگنالمون چقدر عقب افتاده. عوض این که من بیام مثلا فرض کنیم که یه سیگنالی داریم که یه همچین شکلی یه همچین پوشی داره، این یه سیگنال سینوسیه، دلیلی نداره این الان میاد نیم سیکل نیم سیکل. الان اومده کاری که کرده اینه که تو تمام این نیم سیکل اومده جریان داده تا اینکه بتونه بیاد اون طرف برسه. میتونستم من فقط بیام این نقطه رو پیدا کنم، اگه من بیام این نقطه رو پیدا کنم این نقطه رو بیام به هم وصل بکنم، هم میتونم بیام پیکو به دست بیارم. دو تا مکانیزم متفاوت داریم، این مکانیزم این بود که آمده تو هر کدوم از اینا قطع شده وصل شده قطع شده وصل شده، این قطع و وصل شدن حاصل این شده که فقط یه جمله اون طرف مونده که به درد میخوره. یه کار دیگه هم اینه که من بیام بگم من فقط این سرا رو میام پیدا میکنم، اگه این سرا رو بیام پیدا بکنم یه داستیه عوض انولوپ دیتکتور یه دونه پیک دیتکتور داشته باشم، میتونم بیام این سرا رو پیدا کنم و دنبال بکنم. فقط پیک دیتکتورم، پیک دیتکتور چجوری میساختیم؟ یه دیود و خازن میساختیم. یه دیود و خازن که من بیام باهاش یه پیک دیتکتور بسازم یه عیب داره، اونم اینه که این بالاترین پیکو میگیره، درنچه میره این بالا وایمیسته. حالا کاری که میکنم که یه مقاومت با این میذارم که این بالا که وایستاد خودش به تدریج دشار شه، به تدریج که دشار شد اگر از پیک این آمده بود پایینتر دوباره سر پیک میرسم جبرانش میکنم، دوباره برمیگردم سر جاش، میتونم بیام اینم به نفع دیزاینش بکنم که بیاد این پیکای اینو دنبال بکنه. چی؟ خب تو نزول اگه میخوام عقب بیفته یا جلو بیفته بستگی به این داره که من آرمو چقدر گذاشتم و پهنای باند این چقدره. این یه پهنای باندی داره، انولوپ این پهنای باندش پهنای باند افتیه، اون آروسی را من باید بر اساس این تعیین بکنم، یعنی من از اول میدونم که سیگنال ای ام هم چقدر پهنای باندش، بر اساس اون میام آروسیمو تعیین میکنم که بتونم دنبال بکنم. این شیبه پهنای بانده دیگه، بیشترین شیب میشه بالاترین فرکانسی که داره، پهنای باند افتی ها، افتی ریت تغییراتش پهنای باندش.